بخوام حرف دلمو بزنم که من که با اون حرف ندارم. اون دیگه نمیدونم، اگه با اون دنیا اعتقاد نداری همینو بهش میام. همین دنیا بالاخره جواب اون کاراتو میدی دیگه. نامرد خواهر مادر فروش، نه وطن فروش، خواهر مادر فروش. یعنی والا فکر میکنم پس منو همه داشتن دیگه، یعنی چیز جدیدی نیست، ولی خب خیلی سنگین بود. من یه جوری، یعنی بخوام مستقیم و صاف بگم، انگار بگو مادرم یا پدرم از دست دادم، اینقدر غمگین بودم. خب وطنم مثل مادر آدمه. آره احمد، یه چیز دیگه من بگم، حالا دارید ویدیو هم میگیرید، اشکال هم نداره اگه پخش بشه. خب از همون بچگی پدر مادرم یاد داده چیزی که براش زحمت میکشی میمونه. ما خیلی وقتا شده که مثلا مجانی کار کردم برای خیلی ها، یا مثلا پیسه کار رو نگرفتم، مثلا همون پیسه علاقه من بودن یاد گرفتم و همیشه هم دوست داشتم که در زندگی از من انصاف باشه. هر میگن که باید یک کار رو بکنی که اگر انتظار داری در حقت یک کار رو بکنی، تو هم باید همون کار رو بکنی. باز مردم ما اینجا خیلی به سختی پول در میارن، یعنی پول همون کاری رو که میدن خب به سختی در میارن. آسون اینجا پول در میارن آسون نیست، تو اروپاشم. ولی خب ما منقدر مردانگیمون نمیذاره که دیگه، خب اگه میخواستین دو برابر سه برابر ازش پول بگیریم، مثلا میرفت پیشه. دوستای عزیز سلام، امیدوار هستم که خوب و خوش باشید. ما تقریبا در حدود یک ماه پیش یک فیلم را از آقای علی شریفی تهیه کرده بودیم و هنری که آقای علی شریفی داشتن ما خواستیم با دوستا شریک بسازیم. در عین حال آقای شریفی که هست بسیار یک جوان زحمتکش هست که ما با وجودشان افتخار میکنیم و این فیلم را که ما به خاطر از این ماندیم که یک ایده خوب، یک ایده مثبت را برای دیگر دوستان افغانستانی یا پارسی زبانان یا فارسی زبانانی که در کشورهای اروپایی هستن منتقل بسازیم. و بعضی از سوالات در اونجا در کامنت دوستا پرسیده بودن، امروز باز در خدمت آقای شریفی هستیم که به اون سوالات امیدوارستم که اون سوالات را جواب بده. شریفی عزیز سلام، مانده نباشین. سلامت باشی عزیز، سلامت باشی. سلام علیکم خدمت دوستای عزیز، امیدوارم که سالم و صحتمند باشید. آقای شریفی عزیز، در قدم اول برای ما بگوین که چند حرفه را بلد هستین؟ شاید در اون ویدیو درست توضیح داده نشده باشه. آقا رحمت، ما نمیفهمم که مثلا چجوری مثلا باید حساب کنیم که چند حرفه را بلدیم. مثلا شاید مثلا آچار فرانسه چند تا پیچ واس کنه، ولی مثلا برای یک زمانی که پیچ زنگ میزنه تو نمیتونی از آچار فرانسه استفاده کنی، باید سراغ آچار خودش بری، چون آچار خودش فیکس مثلا همون پیچ برای همون پیچ تر راهی شده و همون را باز میتونه و لقه پقه نمیخوره که او پیچ زنگ زده هرز شونه. ما اگر مثلا بخوام بگم که مثلا در چه کاری حرفه‌ای هستم، خب هیچ کس نمیتونه بگه در چه کاری حرفه‌ای هم. مثلا همین صنعت خودرو، صنعت هر صنعتی، هر کاری، هر شغلی، هر شرکتی هر روز به روز داره پیشرفت میکنه و مردم باید روز به روز قد از او خود آپدیت کنه. مثلا حتی هم گوشی های موبایل، اگه 5 سال پیش نگاه میکردید یک سیستم خیلی ساده تر بود نسبت به الان. خب هر کس نمیتونه بگه مثلا ما که مثلا 5 سال پیش با گوشی کار کردم، بعد 5 سال کار نکردم، یک گوشی هوشمند دست خود گرفتم، خیلی سخته قدش کار کنم تا یاد بگیرم. ما هم نمیتونم بگم که مثلا چه کار رو ما حرفه‌ای هستم بهش، ولی خب همین خودرو، موتور و ساختمانی، کارهای ساختمانی مثلا یک خورده مدرنیته‌تر، امینا را خیلی علاقه دارم، هر روز هم دارم بیشتر بیشتر یاد میگیرم و یکی درشان حرف برای گفتن دارم.
درست است و در کنار از اینا ما یک چیز دیگرم باید یادآوری کنم که آخر هفته ها را شما موتروان و یا راننده تاکسی هم هستید، تاکسی های داخل شهر. و دیگه یک امی رانندگی یک کاریه که من خیلی دوست دارم، خیلی لذت میبرم از رانندگی. بعد تاکسی که هست یک رقم از چند لحاظ خوبه و بعد رقم شده که مثلا ما هم لذت میبرم از رانندگی، هم از اون لذت بردن خو یک پولی هم دریافت، یک پیسه‌ای هم دریافت میکنم. ای آخر هفته چون بیکار بودم خیلی وقتا، بعد ما حوصله شیشتن خانه رو ندارم بیکار. و به خاطر همی بود که ما گفتم آقای شریفی هفت روز هفته را مصروف کار است. و شما دوستایی که نقل مکان میکنن از شهر به شهر دیگه میره و اینا را هم شما 600-700 کیلومتر به شب وسایل اجار میبرین و این جز از علاقمندی به موتروانی هست یا نه اینکه یک نوع همکاری به حساب میاد؟ از یک بابت یک نوع همکاری هم حساب میشه. از یک بابت ما خیلی دوست دارم مثلا این طرف و طرف شهرها رو بگردم، مثلا منظره ها رو ببینم و از چون از زندگی لذت میبرم، مثلا برای من هم لذت هم کمک کردن به مثلا یک هم نوع خود. بعد مثلا این مسئله مثلا به خاطر این نیستش که مثلا به خاطر پولش باشه یا به خاطر پیسش باشه، نه، هم همو علاقه من بیشتر در کمک کردن رفیقای خود، دوستای خود یا آشنا یا کسی که میشناسم زیاد از بابت مالی دنبال این کار نیستم. ولی هر کس از رفیقا گفته هیچ وقتم نه نگفتم، بردم هر جایی هم که بوده. و غیر از رفیق هم حاضر هستین به هموطنتون کمک کنین در این راستا؟ اگه وقت باشه چرا که نه، اگه وقت باشه حتما، هم در اساس کشیش کمک مونم هم در بردنش، هیچ مسئله ای هم نداره. واقعا خوشحالم میشم یک هم نوع خود کمک کنم. شریفی عزیز، تنها اگر بگویم که مشتری یا مثلا آسنتایا میشد از زبان فنلندیش یا تعمیرکار، درسته؟ درسته. شما تنها بخش انجین به شاپ انجام نمیتید، رنگ مالی همون رقم که در ویدیو قبلی ما دیدیم موترها را شیشهش هم دودی میکنین؟ نه، این دیگه هر کدام از نا یک چیز خود داره دیگه، یک حرفه جدا حساب میشه. دقیقاً مثلا شیشه رو دودی میکنی یا سیستمی نصب میکنه اینا، این مثلا مورد سراغ مثلا همون سیستم و تیونینگ و مثلا به قول فنلاندی ها واروسته که اضافه میکنی، سمت واروسته چیز همین تیونینگ میشه دیگه. بله، در زبان از ما فکر میکنم تیونینگ کلمه همون تیونینگ استفاده میکنن، نه؟ منظور سیستم صوت اینا هسته دیگه، سیستم صوت اینا. آها، هر چیزی که مثلا به ماشین اضافه بشه بعد از کارخونه، بله، به اون میگن تیونینگ. وایرینگ کاری رو بلده؟ تا حدودی بله. در ماشین های قدیمی یه خود راحت تره، ولی جدیدی های خود سیستم کامپیوتری داره که از هر شرکت از خود یک سیستم و برنامه جدا داره که او را جدیدی ها مثلا قد کامپیوتر اضافه میکنن، یعنی مثلا سیمکشی رو انجام میدن، بعدش مثلا در همین CPU خود موتر او دستور رو میدن که مثلا از این به بعد مثلا یک برنامه اضافه داری، مثلا یک سیم اضافه هم وصل میکنن. جوشکاری چی؟ یک تا همون مقدار که کار من رو بندازه و کار مشتری ها رو من رو بندازه بلدم. ما به این نتیجه میرسیم که شما واقعا یک آچار فرانسه هستید. بله. خب بعض از دوستا از شما را نقد کرده بود یا به حساب از شما سوال کرده بود که آقای شریفی اگر از افغانستان هست چطور با زبان دری یا به حساب زبان هزارگی یا پارسی دری چطور آشنایی نداره و چطور صحبت نمیکنه؟ ما خب به زبان دری را که خود زبان مادری خود یاد دارم، ولی خب چون به لهجه و گویش محلی خودمان گپ می‌زدم
بعد خیلی ها شاید مثلا متوجه نشنه یا اشتباه متوجه شنه یا بعضی وقتا مرا مسخره کردن به خاطر لهجه من، زیاد صحبت نکردم ولی ما یاد دارم دریره، هم مفهمم هم گپ میزنم، ولی خب چون یه خورده برام سخت میشنه و میدونم که مثلا خیلی ها مثلا فارسی رو مفهمن قدشان فارسی گپ میزنم، ولی خب دریرم یاد دارم. ولی از این که از بچگی در ایران بودین و کلان شدین و مکتب همونجا رفتین دقیقاً و صد فیصد تاثیرگذار است. تلاش کردی برای زبان دری فارسی یا فارسی دری؟ ما الان 13 سال قد دری زبان هایم دیگه، در این 13 سال که ما اروپاییم کلگیشی قد همشهری ها و وطندار های خود بالا و پایین شدم دیگه، کلگیشان هم همی زبان ما را یا مسخره میکردن یا مثلا زیر تاکید تمجید بودیم که همیشه زبان دری گپ بزنیم. خیلی تلاش کردم ولی خب همیشه راحت تر همون زبان فارسی بود، چون ایران کلان شدیم و بزرگ شدیم و قد ایرانی ها بودیم زیاد، از همون خاطر راحت تر که فارسی بیشتر در زبان من میاد تا مثلا دری. و همین لحظه مصروفی چی کار هستین؟ ما یک دروازه موتر در پیش روی تان میبینیم. این دروازه موتر یک اشکال کارخانه یا مثلا چی داشته که مثلا از یک جای درز داشته، بعد این درزه مثلا زیر رنگ بوده، مثلا متوجه نبوده مثلا صاحب قبلیش یا هر چیزی، بعد این بزرگ شده کلان شده الان یک شروع کرده به زنگ زدگی و این زنگ زدگی رو اگه الان هرچی زودتر جلوش رو نگیریم مثلا بزرگ و بزرگتر میشه، نصف در دربر میگیره. بعد الان این ما زنگ زدگیش رو گرفتیم، آستر رنگ زده زنگ زدیم داشت که دیگه زنگ زدگی نزنه و ای که چون این طرف درش رنگ خود ماشین بود، حالا اون طرفش هم مثلا زیاد دیده نمیشه ولی این طرف که جلوی دیدره باید چون زنگ زدگیش رو گرفتیم یه خورده از سطح رنگ خورده، حالا ما کمی بتونه زدم و ایره در حال صاف کردنش هستم که بریم برای رنگش و نصبش بعدش انشاءالله. آقای شریفی عزیز یا آقای شریفی عزیز در کشورهای اروپایی رنگ موتر رنگ دوباره بخوای رنگ بزنی بسیار قیمت است. دقیقا. و دوستای زیاد را من ملاقات کردم، بلخص وطندارای ما، تمام کارهای را که شما برش انجام میتین واقعا از دست شما راضی بوده و کلگیشون راضی بوده، به این خاطر که آقای شریفی در عین حال که کارش بسیار تمیزه یک انسان بسیار با انصاف است. و شما چی گفتنی دارین؟ والا اگر بیشتر بگوین بر ما و دوستا که چطور مثلا اینقدر مراعات میکنین. خب از این بابت مثلا ما مثلا اگر مثلا یک کار رو یاد گرفتم، خب علاقه من بوده یاد گرفتم و همیشه هم دوست داشتم که در زندگی از من انصاف باشه. هر میگن که باید یک کار رو بکنی که اگر انتظار داری در حقت یک کار رو بکنن تو هم باید همون کار رو بکنی. باز مردم ما اینجا خیلی به سختی پول در میارن، یعنی پول همون کاری رو که میدن خب به سختی در میارن، آسون اینجا پول در بازن آسون نیست تو اروپاشم، ولی خب ما منقدر مردانگیمون نمیذاره که دیگه خب اگه میخواستین دو برابر سه برابر ازش پول بگیریم مثلا میرفت پیش یک اوستایی چیزی مثلا یه مغازه فنلاندی. حتما نمیخوام اینا پیش فنلاندی ها برن که اون همه پول بدن بعد یه کارم، خب کار فنلاندی هم همیشه 50-50 یا کار همه خارجی ها که مثلا یا خوبه یا بده، یک کمتر ازشون میگیریم بالاخره بنده خدا یه پولی داشته باشه. خب ما میدونیم اینجا همه اکثرا میفرستن دست خانواده هاشون اینا، خب آدم مثلا من خودم به شخصه خیلی فکر میکنم به خانواده خودم، 100% قطعا همه همینجوری فکر میکنن براش یه خود بیشتر بمونه مثلا بتونه مثلا به خانوادهش ساپورت بشه یا برای خودش یه چیزی بشه یا مثلا از کرده خودش کلا پشیمون نشه که چرا مثلا
کلا من ماشین گرفتم. مثلا خیلی‌ها به خاطر خرج ماشین میرن ماشینشون میفروشن دو چرخ سوار میشن. برو لذت شو ببر. مثلا یه کار میکنیم انصاف باشه. مثلا و انصاف برکت هم میاره. انصاف همیشه برکت میاره. ان شاء الله که همیشه برکت در کارت، برکت در عمرت. آقای شریفی، اکثریت دوستا هموطنانی که میرن از موترفروشی موتر میخرن، شما را به عنوان یک آدمی به اونجی با خود میبرن که شما موتور، انجن و غیره چیزهای موتر سر در میارین. و خیلی کسا بودن ما به چشم سر دیدم، نمیخواد در کار رم اگر انجام میده، برحال مورن در آخر یک شیرینی ادعا دارن که آقای موتر خوب ما برای خوش کردیم. و شما رو من از خیلی کسا پرسیدم که امی کارم نکردین، چرا و چطور؟ آره، من جدا از این که از دوستا بوده، خب خیلی وقتا خب غریبه ها نمیان، مثلا سریع اعتماد نمیکنن، ولی خب دوستانی که منو میشناسن همشون و اکثرشون مثلا منو میبرن به خودشون که مثلا ماشین رو نگاه کنه. بعد من خیلی 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 مثلا ناراحت میشم که مثلا یکی از هموطنام، دوستام، عزیزانم مثلا یه ماشینی رو بخرن نادیده یا نشناخته یا نفهمیده که مثلا پس ساعت رو براشون ده برابر قیمت تمام بشه یا حتی دو روز براشون کار نکنه. این خیلی حالا شاید بعضی اهمیت ندن، حالا بعضی هم که خوشحالم میشن تازه یکی دیگه مثلا ضرر کنه، ولی خب برای من خیلی مهمه. حتی اگه دشمن سرم هم باشه خیلی. شما اصلا دشمن هم دارین با این همه؟ چرا دیگه معلوم نمیکنه دیگه. حالا مثال زدم ما قرارم، نمیشه که آدم دشمنده باشه اصلا. شریفی عزیز، کسایی که پیسه یا پول به انصافی میگیرن از حق و حقوق و دستموز خود بیشتر توقع داره. به نظرت همی پولها و پیسه هایی را که واقعا از آدم هایی میگرن که دستش تنگ است در شرایط فعلی افغانستان و اونا مجبور هستند به فامیل خود ارسال کنه، یک پولی را مجبور است که مثال به یک استای دیگه بیده، استای بیده که مثال هموطنش باشه و هم آدم به انصاف باشه، در نهایت به نظرت این پول پول میشه؟ اینا پولا خوردنی نیست دیگه. این پولا از همون راهی که اومده، هم پولا میگن، یه مثال که میزنن میگن چیزی که بدون رنج بیاد راحت هم از دست میره. باداورده رو باد میبره. آره دقیقاً، باداورده رو باد میبره. اون پولا نموندنیه. خدا کنه که بره، یعنی خرج دوا درمون نشه. میدونی اون پولا خوردن نداره. یعنی ما از همون بچگی پدر مادرم یاد داده چیزی که براش زحمت میکشی میمونه. ما خیلی وقتا شده که مثلا مجانی کار کردم برای خیلی ها، یا مثلا پیسه کار را نگرفتم، مثلا همون پیسه به قول معروف یک پول چایی، نه به خاطر اینکه مثلا یاد نداشته باشم، میخواستم مثلا طرفم خوشحال از اینجا بره، یا و اینکه یک خاطره هم تو ذهنش بمانه بره، مثلا یک وطندارش بهش کمک کرده یک زمانی. بشار ایده خوب است. یعنی اگر در دنیا بینصافای را میبینه و یک آدم بینصاف را ببینه و یک انگیزه خوب برش خلق شد، بشار ایده خوب است. تشکر شما. ایده را الان مثلا خیلی از اروپایی ها مثلا چیزش کردن، نشش دادن، مثلا شما خوبی کن. این یه مثال هم ما داریم که مثلا تو خوبی کن و در دجله بینداز که عزت منان در بیابانت دهد باز. خب شما خوبی کن و بنداز همجوری، هیچ وقت هم نپرس که برمیگرده. دقیقا. امی کار اگر در یک شرکت و یا تعمیرگاه فنلندی انجام بده چقدر هزینه‌اش میشه؟ والا بستگی به اندازشی داره. خب ولی مثلا فنلاندی ها که مثلا همی اتکر برات در نمیه، یه قسمت رو برای میگیم مثلا این رو لکه گیری چی میگن، همی این قسمت نیاز به رنگ داره، یعنی قسمت برای تو رنگ میکنه، نصف دروازه رو. آره نصف دروازه رو پر از رنگ و بتونه میکنه. چون ما دیدم که ایره میگم خیلی کم بوده نفرهای حرفه‌ای که مثلا همون یتکر یک لیسه گیری یا مثلا یک
لکه گیری کرده تمام شده رفته. خب نصف دروازه بعد رنگ کنه میگه آره مثلا اینقدر رنگ برده، رنگ ما اینقدر بوده، قیمتش اینقدر، استاد رویش کار کرده 500 بیاره مثلا یک 300 400 500 و شما امیر در قند چند انجام میتین؟ یک فلندی اگر در 400 انجام میده 500؟ خب این که خب خیلی کوچیکه، خب این خیلی کوچیکه، بعدی دو طرفش بود، دو طرفش هم باید چیز کنم، بخاطر همین دره دره بردم. ما از این 100 یورو گرفتم، بازم زیاد گرفتم نگرفتم چون اونقدر کار نداشت که ما فکر میکنم. پس یعنی شما بسیار بصرفه کار میکنین، بصرفه به این معنی که برای کسی که موتر در اینجا میره بسیار از اینکه برای 400-500 پرداخت کنن 100 یورو با کیفیت بسیار بالا و کار خوب. یه چیزی باشه که مثلا یک 10 سال کار کنه، بالاخره اگر 20 سال نشد یک 10 سال شنه. جای فنلاندیا مثلا این شرکت ها اکثرا 3 ساله یا 5 ساله گارانتی میده، بیشتر جاها هم 3-4 سال مثلا ضمانت میده که بعد 3-4 سال هم واقعا عمر اونا هم تمام میشه. ولی اگه بخوای دل لکار بده خدایش بیشتر هم اومنه. مثلا ما یک موتر داشتیم رنگش زدم شاید 4 سال از اون قضیه گذشته هنوز آخ نگفته، خیلی تمیز در آمده. او بار اول من بود که رنگ زدم یک موتر، تازه داشتم یادم میگرفتم. شریفی عزیز در حال لکه‌گیری است فکر کنم به حساب ما و شما که میگیم. بله این یه خورده اینجاش مثلا زنگ زدگی داشت، حالا اینو نمیشه بتونه زد نه چیز دیگه، حالا گفتیم یه ذره رنگ خودشو بزنیم که این زنگ نزنه فقط همین. چرا در کشور فنلاند یا در کشورهای اسکاندیناوی موترها خیلی سریع زنگ میکنه؟ دلیلش همین میتونه باشه که مثال در 12 ماه اینجا 8 ماه و 9 ماهش بارندگی و باران و برف است. دقیقاً دلیلش همینه، چیز دیگه ای نیستش. البته یه خود فرق هم داره آقا رحمت، همه ماشین ها زنگ نمیزنن. خب مثلا این ماشین سفارش فنلاند اگه باشه، خب که الان این هست، خب این ماشین طراحی شده که توی فنلاند باشه، عمرش بیشتر از اون ماشینیه که مثلا طراحی مثلا آلمانه میارش تو فنلاند. اون رنگش مثلا این ماشین اگه مثلا میگم برای اصطلاح 4 کیلو رنگ بخوره وقتی سفارش فنلانده، توی آلمان 2.5 کیلو میخوره چون اونجا اینقدر رطوبت و نم نیست. البته اونجا هم هست، مثلا توی یونان نیست. خب بعد اگه اون ماشین بیاره اینجا خیلی زود زنگ میزنه. بعد و اگر دوستایی که در فنلاند هستن جدیدن آمدن با یا فامیل های خود را از طریق پیوند فامیلی دعوت کردن آمدن، چی موتر را برشان پیشنهاد میکنن که عمرش دراز باشه، قطعاتش ارزان باشه، سوختش کم باشه، عمرش زیاد باشه؟ کلی بگم یا برم روی یه مارک؟ حالا یک دو سه تار اگر الان اگه من کلی بگم فقط ژاپنی، یعنی اول البته اگر ژاپنی باشه ما مزدار دیدیم که کمتر از مثلا در ظرف 3-4-5-6 سال ما دیدیم که زنگ کرده. نه حال الان دارم میرم یه خود عمیق‌تر بگم، عمیق‌تر که بخوام بگم تویوتا، هوندا، سوزوکی، نیسان، این چهارتا یعنی واقعا ماشین هایی که خیلی به نظر من هم قطعات ارزون تری دارن، هم استحکام بیشتری دارن. و بین از این چهارتا کدامش را خودت قبول داری؟ من فقط تویوتا. تویوتا خیلی چرا BMW شوار میشی؟ خب اون دیگه ماشین چیزه دیگه. خب ولی یه مورد علاقه تسه، مورد علاقه مارک، مورد علاقه من BMW است. خب من میدونم BMW خیلی گرون هم است، من BMW های قدیمی رو دوستم نه جدیداش. بعد 2007 دیگه BMW هم خراب شد. با عنوان یک تعمیرکار یا مستری به حساب ما و شما، نظرت در مورد موترهایی که در کشور سویدن تولید میشه مثل ولوو
که اونا ما فکر میکنم آهنش هم مکمتر است و بیشتر تر برازی کشورهای سرد و بارانی و برفی تولید میشه. نظرتون در این مورد چیه؟ آقا رحمت، دیگه ولوو تو سوئد ساخته نمیشه، همشون چین، مونتاژ چین. یعنی چند تا کشور مونتاژ میشه ولی خب الان دیگه رفت فروخته شد به چین. ولی تا جایی را من مطلع هستم فروخته شده در چین به شرطی که من فکر کنم، البته یک جای من خواندم که در سیودن زیر نظر خود انجینیرها و کارگرای سیودن تولید شده. یعنی کسی تلوش همین چی میگم بهش طراحیش افتاده واسه سوئد ولی ساختش و مونتاژش توی چین و چند تا کشور دیگه است. بعدش ولوو یه زمانی ماشیناش کلن تمام حتی پیچای توی ماشین ضد زنگ ساخته میشد که هیچ وقت زنگ نزن. الان ماشینای قدیمی، الان من مدلای دقیقش یادم نمیاد، 840 850 940 240 اینا مدلای ولوو ان، اگه کسی بدونه، کلن بدنشون ضد زنگ ساخته شده. یعنی از شاسی و فنر و پیچ و کل بدنه که هیچ وقت زنگ نمیزنه. البته با این عمر اگه داشته باشن خب یک شاید یه جاهایش زنگ زده باشه ولی اونا ساخته شدن که زنگ نزنن. ولی خب این طمع و پول زیاد یه کاری کرد این کشوران بیفتن دنبال ارزون سازی، دیگه کیفیت رفت. ولی خب فعلا حتی الانش هم بالاخره اونا خیلی تاکیدشون بر اینه که ماشین زنگ نزنه و مثلا بیشتر عمر کنه بدنش. ولی الان جوری شده که هرچی بیشتر پول بده بیشتر ماش میخوره. همین تویوتاش الان از همه زودتر زنگ میزنه چون کمتر کیفیت ها پایین اومده. دقیقاً دیگه رقابت های سر کیفیت نیست، رقابت سر فروش بیشتر و سر بازم از نظر تکنیک تویوتا همیشه همینجوری با کیفیت میمونه ولی از نظر زنگ زدگی بگی خب نمیمونه. یه خود از یه جاهایش باید بزنن که یه جای دیگه بهتر باشه. دقیقا، دنیا دنیای رقابت هست، دنیا دنیای تکنولوژی هست و حرف اول رو فعلا در کل جهان اقتصاد میزنه دیگه. اقتصاد میزنه الان دیگه مردم به فکر دیگه مثل قدیم نیستش دیگه. الان فقط مردم به چشمشون نگاه میکنن. من یه واقعیتی که من خودم اگه یه مکانیک باشم بگم، خب الان بی کیفیت ترین ماشین دنیا بیشترین فروش توی دنیا داره از آن خودش میکنه. چون ارزان تر است؟ نه ارزون نیست، اتفاقا ارزون هم نیست. تسلا الان چه صدر رو گرفته توی اقتصاد جهانی، کیفیت ماشیناش صفر. از چه لحاظ؟ از 100%، از ساخت، مونتاژ. ولی خب ما میبینیم در کشور فنلاند یک موتر تسلا مثلا صفرش زیر 60-70 هزار یورو نیست فکر کنم. نه قیمتش که خب بالایه دیگه، چون هنوزم یه چیز جدیده، هنوزم خیلی هم میخوانش. ولی خب اونایی که مثلا عاشق تسلان یه بار برن 0-100ش رو تحقیق کنن. اگر خودت یک روز پیش بیاد تسلا سوار میشه؟ من تسلا سوار شدم برای تست، چند روز دستم بوده ولی از چیزش به غیر همین موتور برقیش از چیز دیگه هم خوشم نیومد. واقعیتش ماشین نیست که موندگار بشه، اونم واسه به قول معروف وهن آیکا، یعنی چند وقت هست و از مد میوفت. فکر میکنم که دیگه آماده رنگ شدن باشه، درسته؟ نظر میذارم خوشه، یه آستر میذاریم روی اون رنگ رو میذاریم. آها درست است. شرفی عزیز، از تولد که در افغانستان پیش آمده و بسیار غم‌انگیز بود، چی حس داشتی در این دو هفته؟ حالا فکر میکنم حس منو همه داشتن دیگه، یعنی چیز جدیدی نیست ولی خب خیلی سنگین بود. من یه جوری، یعنی بخوام مستقیم و صاف بگم، انگار بگو مادرم یا پدرم از دست دادم، اینقدر غمگین بودم. خب وطنم مثل مادر آدمه دیگه. درست حالا ما این بریم شاید مثلا اون
اونقدر که اونایی که اونجا هستن داخلش نباشیم، ولی خب بالاخره همیشه احساس میشه. من یک حتی تو کشور البته نگفته نمونم، مگه که از بیم بلا کرده در داخل بلا باشه بهتر است و ما بیشتر رنج میبریم تا اونها کسایی که در داخل است. دقیقا مشکل هم همینه. اونجا میبودیم یک سرش میکردیم، یا این ور یا اون ور تمام، ولی خب نیستیم، هیچ کاری هم از دستمون بر نمیاد. یعنی دستاورد بشاله مردم که به داد به فنا رفت چی گفتنی داری؟ خدا من نمیدونم چی بگم. اون همه شهید، اون همه طفل بیگناه، یعنی واقعا دیگه خود شیطان هم اینجا دیگه کم میاره از دست این نادانی ها. نمیدونم چی بگم، من حرف واسه گفتن اینجا ندارم. اگر به عنوان یک فرد از افغانستان، از ملت هزاره، اگر بخوای یک گفتنی را که مثال یا یک پیام را برای اشرف غنی داشته باشی، چی برش میگی از این رای دور؟ بخوام حرف دلمو بزنم که من که با اون حرف ندارم. اون دیگه نمیدونم، اگه با اون دنیا اعتقاد نداری همینو بهش میام. همین دنیا بالاخره جواب اون کاراتو میدی دیگه. نامرد خواهر مادر فروش، نه وطن فروش، خواهر مادر فروش. یعنی با 36 میلیون انسان، با سرنوشت 36 میلیون انسان بازی کرد. کاش که میتونستم صحبت کنم اصلا باش، چون اگرم ببینمش کار به صحبت نمیرسه. اگر ببینی چی عکس العمل نشون میدی برش؟ قطعا عکس العمل فضیحی دارم. یعنی من خودم خوشم نمیاد هیچ وقت ضعیف کشی یا غریب کشی اصلا خوشم نمیاد، ولی شاید اولین بزرگ سالی باشه که دست رویش بلند میکنی؟ آره. یا توف مندازی در رویش؟ توف کمه آخه، نمیشینه، نمیخوابه، این عقده دل نمیخوابه. یعنی درسته با کشتار هیچ وقت هیچ چیزی درست شدنی نیست، ولی خب اون آدم با خائنینی که دوروبرش بودن واقعا یه کشور معامله کردن. یه زمین نبود که آخه، یه زمین فوتبال یا یه ساختمان قدیمی یا یه خودرو نبود، یه شی نبود، یه خاکشونو فروختن، یعنی آب و اجدادشونو فروختن. یعنی چی بگم، دقیقا نزدیک حس و حال هوایت را ما تغییر دادم، معذرت میخوایم. انمی حس و حال هوا را 36 میلیون در افغانستان و بیرون از افغانستان که حسن دارن. آره احمد، یه چیز دیگه من بگم، حالا دارید ویدیو هم میگیرید، اشکال هم نداره اگه پخش بشه. خب این 36 میلیون نفر آدم اگه میخواستن چشمشون رو باز کنن، این کشور اینجوری نبود. همه کشورها تو این موقعیت یه روزی بودن به یه نحوی، هر کشور اینا رو دیده. خب چه قدیم، چه 100 سال، چه 200 سال کهنه بوده، چه الانش. خب دقیقا بخوام کلی عرض کنم، همه کشورها اینا دیدن. خب یه سری ها فهمیدن چی به چیه. در کل منظور تی است که مردم هم باید در مسئولیت پذیری کشور سهم می داشتن و در انتخابات ها بدون دیدگاه تبعیض آمیز باید کسی را انتخاب میکرد که واقعا به درد مملکت میخورد. دقیقا 100% منظور من همینه. خود مردم وقتی به فکرش نباشن غریبه نمیاد دلسوزی کنه. همیشه گذاشت غریبه 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 زد غریبه همه چیزمون یکسان کرد. دقیقا. خب قرار است حال بخیر رنگ کنی دیگه فکر کنم، درسته؟ نه یه آستر دوباره میخوره بعد اون انشالله رنگ هم میگه.
مانده نباشه شریفی عزیز. سلامت باشه عزیز. تمام شد فکر کنم. آه تمام شد. چقدر زمان گرفت تک همی دروازه را که بیسلا رنگ کردی؟ کامل تقریبا 7 ساعت. 7 ساعت؟ آها. ولی از کارم راضیم. حالا خوش نشده 100%. بعد رنگم رنگ ماشین مال 2009. این رنگ با کد خریداری شده. یعنی رنگ 2009 شه دیگه. این حالا یه خود آفتاب سوخته شده ولی خوشتر بشه شبیه هم میشه. اصلا معلوم نمیکنه. آها درست است. رسیدیم دیگه. ما بخیر امی ویدیو را که ما تهیه کرده بودم بار دیگر با دوستان عزیز یادآوری کنم، یکی در ویدیو قبلی دوستان بسیار زیاد از علی سوال های داشتن و نقد کرده بودن که ما امروز به جواب هایش رسیدیم و همچنان بار دیگر از آقای شریفی عزیز یک ویدیو گرفتیم با دوستان شریک بسازیم، اونم اونطور که یادآوری کردیم آقای شریفی که هست یک از جوان های بسیار زحمتکش که هفت روز هفته را ایشان مصروف کار و وظیفه هست. شریفی عزیز فقط یک سوال دیگه جان که بسیار اگر کوتاه برای دوستان تشریح کنی خیلی عالی میشه. این که دوستای زیاد از ما نمبر تلفن شما را درخواست کرده بود، آدرستون را، از اینکه ما اجازه نداشتیم نتونستیم با دوستا شریک کنیم، از چی طریق میتونه با شما تماس بگیره؟ همون فیسبوک. زنگ خور زیاد دارم، بعد من مکتبم میرم، بعد سر کارم هستم، نمیتونم واقعا تلفن جواب بدم. و مکتب منظورت یک شغل نو را قرار است در پهلوی کار و بله. چیز بخونید درست؟ بله بله. من مکتب فن حرفه‌ای، فنی حرفه‌ای، تو فنی حرفه‌ای رشته زیر ساخت بتن‌ریزی و ماشین‌آلات سنگین. بسیار عالی، ان شاءالله موفق باشی. سلامت باشی. نام فیسبوک چی هست؟ علی شریفی. من علی شریفی خالی بزنید عکس خودم بیاد. عکس بچگیامه. بسیار عالی. دیگه اگر کدام گفتنی هست میخوای که با دوستا شریک بسازی بفرمایید. گفتنی که زیاده، انشالله که همیشه موفق باشید. موفقیت تنها از آن من یا چند نفر دیگه نیست. اونایی هم که موفق شدن هیچ کدوم شاخ و دم نداشتن، همشون یه قله بوده رفتن بالا. هیچ کس یه شبه به هیچ جا نمیرسه. هر کس در رشته و شق خود موفق باشه. دقیقا، انشالله که موفق باشه و سعی کنید افراد مفیدی باشید، خیرتون برسه. همش پول نیست. ما با این حرف شما کاملا موافق هستم، هم بر جامعه که در کشور که زندگی میکنیم و همچنان برای فامیل و جامعه خود مفید باشیم. دوستای نازنین، تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. شما رو بالای پاک میسپارم و همچنان با آقای شریفی عزیز خداحافظی میکنم. همه تون موفق باشین. به شما آقای شریفی خدا نگهدار. خیلی ممنون.